خب بچه همونجوری که بهتون قول داده بودم امروز میخوام بهتون نشون بدم که چجوری موهاتونو بزنید. البته موهای من بلند نیست. دفعه قبلی که میخواستم بزنم به خاطر اینکه داشتم میرفتم ترکیه گفتم که بدم سلمونی بزنه چون خودم حوصله‌اشو نداشتم. مو زدن کثیف‌کاری زیاد داره. اینم بهتون بگم باید یه محلی رو انتخاب بکنید که روی زمین هیچی نباشه، البته پارکت باشه بهتره یا موزاییک باشه بهتره، و موقعی که مو میریزه زمین جارو برقی و همین چیزها رو الکی نیارید. یه چیزی که احتیاج داری جارو خاک اندازه، مخصوصا وقتی که شما پارتنر دارید، یعنی اگر یه دوست دختر یا زنی دارید اونا دیوونه میشن چون مو زیاد میریزه این برابر و تمیزکاریش خیلی، مگر مو زدن کاری نداره، تمیزکاریش یه مقدار سخته. کاری که من انجام میدم اینه که من وان ندارم، متاسفانه خونه که کرایه کردم شاورش اینجوریه، گوشه است، یک نفر است، دو نفر هم نمیشه. اونجا من موها میزنم، آینه گذاشتم اونجا، البته آینه گذاشتم گوشه، البته نشون میدم اونجا موهامو میزنم، یه مقدارم زمین میزه با جاروبرقی، میگم با جاروبرقی با خاک انداز جور تمیز کنم، برگشتم آب میریزم میبره. تا اونجا که میتونید با جاروبرقی و دستی تمیز کنید، برگشتم که باید با آب بزنید. وسایلی که لازم دارید، اولا بهتون قبل از اینکه وسایل رو بهتون بگم، اول وسایل رو بهتون میگم بعد بهتون میگم که چجوری بزنید، دیگه وقتتون هم زیاد نمیگیرم، نتیجه رو بعدم بهتون میگم. موهای من زیاد الان بلند نیست. خب این بالا یه چیزی بین 8 این الان بالا 8 من میدونم دیگه چون موهامو زیاد زدم. این گوشه بین 3 هستش و اینجا یه مقداری مثلا بین 4. خب چیزایی که شما احتیاج دارید اینجوریه. البته اینا که من بهتون میگم یه مقداری گرونه ولی احتیاج نداره حتما گرون بخرید. خب یه بین میگن اوتلاینر یا تریمر. اوتلاینر در نظر داشته باشید که هیچ تیغه‌ای نداره، فقط یه تیغه خالی اینجوریه. این بهترین اوتلاینر دنیا هست، الان بهش میگم اوتلاینر بابیلیس. هیچ در حدود 400 250 پوند تا 300 پونده. اینم بهترین به این میگن کلیپر. این بهترین کلیپر دنیا هست، این 400 پونده و ادجاست میشه. خب به این الان نیمه، اینجا که میاد الان میشه صفر. خب و چیزم داره، درجه هاش هم اینجاست. درجه 1 میخواید، 1.5، 2, 3, 4 و بعد 10. خب من بالا رو دیگه 10 زیاد بالا رو 10 میزنم. خب سخت‌ترین مرحله شو بهتون میگم، سخت‌ترین مرحله اش این بالاست. بالا رو شما باید با 10 بذارید اینجا. حالا برای بعضی 8 کار میکنه، برای بعضی 9. من کمتر از 9 نمیرم چون بالا یه مقدار حالت پرپشت نشون میده، مخصوصا تو ایران هم دیدم موهای همه پرپشت. موقعی که طوری که بالا رو میزنید تیغو میذارید اینو روشن میکنید خب، و بعد از بالا شروع میکنید اینوری زدن. ببینید اینوری زدن، نه اینوری ها، اینوری به سمت جلو تا اونجا که میتونید. الان من اینو شروع کنم زدن، خب الان من اینو شروع کنم زدن، نگاه کنید هیچی نمیاد. ببینید به خاطر اینکه من میدونم، به شما گفتم که بالای موام 8 زیاد نیستش. اوتلاینر برای بعضی هستش که اونایی که ریش دارن، برای بعضی موقع دیدید نگاه کنید این بالاها یه مقدار مو اضافه داره مثل من چون موام خیلی پرپشت. اینها رو حالا خیلی دوست دارن نمیزنن، نخواستید نزنید، ولی اوتلاینر برای اینجا پشت گردنه. یه آینه اینجوری میخواید، خب بغل همون آینه که بتونید از بغل خودتون رو ببینید، یکم از پشت سر بتونید خودتون رو اینجوری ببینید. ببینید بعد این اوتلاینر برای پشت گوش زدن و برای اینجاهاست. ببینید اینجاها رو من میزنم، یکی زیر گردن میزنم و بعدش اینجا هست. حالا بیشتر در رابطه باش صحبت میکنم. اینو آخر سمه میزنید. ریش هم اگه داشته باشید کار سخت‌تره چون کار دو برابر میشه. همیشه شروع بکنید از شماره بزرگتر شروع کنید. دیدید که ما 1 داشتیم، 1.5، 2, 3, 4. اگر از 4 شروع بکنم، خب نگاه کنید 4 رو اگه بگیرم، ببینید اینطوری بدید بالا، این گوشه ببینید اینجا رو نترسید، اینجوری بدید بالا. ببینید این برای بین لاین این پایین تا بالای از 4 شروع میکنید. اینجا رو تا اینجا، از اینجا تا اینجا چجوری میدید بالا، نمیدید اینوری نمیکنید، ببین به سمت بالا میدید. ببین اینجوری نگاه کنید، ببینید این شروع میکنه برای شما زدن. خب همینطور این ورا، این ورا اگر من اینجوری شروع کنم، ببینید من این کجا چجوری میدم به سمت بیرون و همینجوری پشت سر. 4 که تموم شد، 3 رو، حالا 3 زیاد مهم نیست چون 3 چیز نمیزنه، 3 رو یه مقدار میزنید میاد پایین تر میزنید، ولی من کاری که میکنم 3 رو ایگنور میکنم. 3 رو فعلا کاری با 3 ندارم.
شروع میکنم دور زدن، دور رو میگیرم میارم از همین گوشه بالا، همینجوری میزنم دونه دونه بره کجا؟ اینجوری بره تا اون پشت سر. بعدش چیکار میکنم؟ یک و نیمو، از یک و نیم کمتر نمیرم، یک و نیم اونجوری میگیرم دورشو میزنم و بعد بلند میکنم. میدونی چجوری بلند؟ یعنی اینو با بالایی، مثلا این یک و نیمه، اینجا دوه، بین اینا میگیرم بلند میکنم. اگه خواستید بلندم بکنید، درجهش بین اینا چی میشه؟ تنظیم میشه. و شروع میکنید زدن. حالا من شروع میکنم یک و نیمو زدن، من یه جور دیگه هم میتونم شروع کنم. اولین کاری که میکنم اینجا یک و نیم این دورش رو میزنم و بعد شروع میکنم با دو بلند کردن، میام بالا سه و بعد چهار. اینجوری هم میتونید بزنید. پشتم باید خیلی دستتون فلکسیبل باشه، ولی با آینه میتونید ببینید، نترسید. باید دو سه بارم ممکنه خراب کنید، ولی وقتی که خراب کردید یکی دو سه بار، بعد میفهمید که موتون با چه درجه کار میکنه. من میدونم که موهای من با این درجه کار میکنه و شروع میکنیم الان این موهای ماست میزنیم و بعد نتیجه رو من بهتون نشون میدم. ریش هم همینجوره. ریش رو من چجوری میزنم؟ ریش رو من با چهار هیچ موقع اینجوری نمیزنم. خب ریش رو با چهار اینجوری میزنم، یعنی بیارم پایین. خب بعد چهار میکنید؟ چهار که تموم شد دو رو ور میدارید. خب دو رو اینجوری شما رو از بغل میزنید، بلند میکنید. میبینید ریش رو باید، البته ریش رو باید هر هفته این کار رو بکنید، چون ریش بلند میشه. میبینید الان من یه طرفش رو زدم. سیبیل هم همینجور، سیبیل هم با دو میتونید. حالا چرا من این بالا نمیزنم؟ اولا که میره تو دماغم، نمیره، نمیتونید بالا ده. پایین چرا میزنم؟ چون وقتی پایین میزنی اون چانک بر نمیدارید، این میاد برای شما صاف میکنه، چون جهت موه، همینجوری که بهتون گفتم بالا خواستید بزنی جهت موه. اگر بزنید به سمت پایین چیکار میکنه؟ میاد برای شما بلند میکنه. ولی اگه به سمت بالا بزنید برای شما هارد چیز درست میکنه. اینجا مثلا خیلی کمه، اینجا خیلی زیاده. میدونی من بلند میکنم، میدونی این چهاره مثلا، این دوه. خب اینجوری بلندش میکنم به هم دیگه، میدونید؟ یعنی میره به سمت هم دیگه، اینجا کم میشه، اینجا زیاد میشه. این حالا چیز منه، این حالا طوری که من ریشام میزنم. ریش ندارید مشکل نداره. حالا بریم جلو میکنیم مهار زدن، دونه دونه بهتون نشون میدم که چجوری، همون روشی که خودم گفتم میزنم. چهار سه چهار دو و بعد یک و نیم، چهار دو یک و نیم. حالا چرا بهترین ها رو من انتخاب کردم؟ چون من سلمونی نیستم، بهترین وسیله ها باعث میشه که مومو بهتر بزنم. اگر وسیله من شیتی یا بد باشه، موهای من خوب زده نمیشه و بعد فکر میکنید که خودتون موهاتون خوب نزدید، در صورتی که دستکاری را داشته. ولی الان اگه من خودم موهامو خوب نزنم، میفهمم که اشکال از این منه، چون اینا بهترین هستن. چیزی که شما باید در نظر بگیرید اینه که وقت زیاد بذارید، یکی چیزی در حدود ممکنه نیم ساعت تا یه ساعت طول بکشه، بیشتر از سلمونی، چون شما با یه دست دارید کار میکنید. دوم اینکه این بالا رو باید با قیچی بزنید، بهتره با قیچی بزنید، یعنی تنظیم کنید با قیچی بزنید، ولی نمیتونید با قیچی بزنید، چون هم آینه احتیاج دارید، هم دو تا دست، همین که قیچی رو بتونید بالا نگه دارید ببینید، بنابراین نمیشه. بخاطر همینه بهتون میگم با ماشین باید بالا رو بزنید، بعدم در نمیاد. ولی اونجوری که سلمونی هم میزنه در نمیاد. اگه میخواد ساپورت کنید سلمونیتون، برید سلمونی بزنید، خیلی بهتره. ولی من سلمونیایی که به پستم خورده سلمونی خوبی نبودن. همین الانش هم که موم زده راضی نیستم. این الان دو هفته است که زده مومو، دارم خودم میزنم. بخاطر اینکه اولش قشنگه، یک هفته یا دو هفته دیگه میبینید که اصلا خوب نزده. اونجوری که دلتون میخوادم نمیزنه. میدونی چی میگم؟ ببینید کاتو انجام دادم دیگه، بیشتر از این نمیخوام کات بکنم. اینجا رو پشتش هم ببینید، پشتش هم چیز کردم، زدم و این بغلم زدم، فقط خط مونده. خط موندن رو گفتم با خط دادن و با این باید انجام بدید، بهش میگن اوتلاینر. خط هم انجام میدم، ولی قبلش باید ریش رو کوتاه کردم. اینجا دوه، اینجا چهاره، یه مدار موهای اضافه میمونه، اونا رو باید با اینو تا نیم باز میکنید، بغل رو با اونا میزنید، یه ذره موهای اضافه هستش اونا رو میزنید. خط دادن به ریش هم، یکی این بالاست، یکی بالای لبه، اینجاست، پشت گوشه، تا این زیره. اینجا باید دو انگوش یا سه انگوش فاصله داشته باشه با این، با تا این نقطه آدامز اپل، یا اینجا میزنید به این صورت که برقش هم با تیغ باید بزنید. این تن کوتاه کردن نیست، فقط خط دادنی، باید با این فقط خط بدید. بخاطر همین این خیلی تیزه، مثل تیغ میمونه. این پشت میبینید، اینجا رو خط دادم، اینجا رو خط دادم، ولی هنوز مو مونده.
یکی بالای سیبیل مونده که نمیشه با اون زد، باید با این تیغای کاتروت بزنید. به اینا میگن کاتروت. بعد اینجا خط بدید. حالا من خوش میزنم، میتونید بخاطر اینکه خوش میزنم، دلیل اینکه خوش میزنم به خاطر اینکه اینجا بتونم خطا رو ببینم، ولی خب خواستید میتونید خیسم بکنید. قبلش بهتون میگم که بهتره ریشتون رو مثلا خیس بکنید. اینجا رو خط میدم، اینجا رو، و بعد پشت گوش رو با اون دستگاهه، و بعد ریشو میزنم دوباره برمیگردیم. دوش هم گرفتیم. فقط یادتون باشه که به سرتون هیچ چی نزنید، مثلا ژل و این رو چیزا. فقط تنها چیزی که بزنید به نظر من بعد از چند سال تحقیق آرگان اویل هست که مال موراکو هست. یه مقدار کمی میزید کف دستتون، مثلا اینقدر، خب میزنید کف دستتون و بعد میزنید بالا. خب این موهاتون رو خیلی نرم میکنه و روغن طبیعی مو هم از همین درست شده. به ریش هم میتونید بزنید، ولی خب خیلی نرمه واسه ریش، روغن ریش هستش، ولی خب این برای ریش های بلند، ولی من یه خیلی کم میزنم اینجوری دستم و میزنم به ریشم که بره لاولاش. و اینم از این، یه سشوار میکشید ما رو نسزنید، و بعد اینجا یه دونه برد با میزنید و این ریزو هستش، این نتیجه هستش که من خودم زدم و بعدم نشد. میبینید بدون اینکه بخوام وابسته هیچ سرمونی بشم. خب بچه ها اینم ریزولت بعد از سشوار رو اینجور چیزا. اینجایی که دیدید گفتید خیلی دوست ندارن خط بنزن، به نظر من باید اینجا صاف باشه. حالا خیلی ها میگن نزن اینجا رو، ولی اینجا قشنگ میکنه. حالا من موام خیلی پرپشته ماشاءالله، به خاطر اینکه اصلا تو خانواده‌ام کچل نداریم. ولی سه چهار تا نکته رو می‌خواستم اینجا بهتون بگم. مو زدن خیلی راحته با ماشین. حالا همه چیز شده ماشین. تنها جایی که با قیچی می‌زنن این بالاست. برای مردا راحته، برای خانوما نه. برای خانوما خیلی سخت‌تره. ولی چند تا چیز می‌خواستم بهتون بگم. اینکه اول اینکه نباید بترسید. اگه بترسید دستتون بلرزه، آقا من موهامو الان خراب می‌کنم و اینجور چیزا، خراب می‌کنید. اگر یه جا رو مثلا اینجا رو قرار مثلا با دو بزنید با یک زدید، می‌تونید درستش بکنید. می‌تونید فیدش بکنید، خب؟ می‌تونید درستش بکنید حتی این بالا رو. ولی اگر دستتون بلرزه یا حالا مثلا چپ دست نیستید، راست دست هستید، اگه آینه درست حسابی نداشته باشید خوب نمیتونید بزنید. ریش گذاشتن آسون نیست. ریش اصلا یه چیزی هستش که واقعا صورت رو اگر درست نزنید بد نشون میده. مثل این پاکستانی ها ور ندارید سیبیلتون رو بزنید ریش بذارید، اون خیلی اصلا به درد نخوره به نظر من. بخاطر اینکه وای به ریش، یعنی ریش به خاطر این نمیگم حالا بسیج ریش میذارن به درد نمیخوره، نه، ریش واقعا قشنگه تو صورت، مثلا اگه مشکی باشه مثل من یا بلوند باشه خیلی پرپشت باشه، ریش قشنگه. اینجوری هم نیست که آدمی که ریش میذاره کثیف. ریش وای به یک صورت یک مرده، مخصوصا سیبیل. سیبیل کل ریشو تایمر، اگه من سیبیل نشوشم ریش اصلا به درد نمیخوره، هیچ به درد نمیخوره، این آشغاله. و خیلی مهمه که خوب ریشو بزنید، مخصوصا این خط بالا، بالای سیبیل. من اینجام خالیه، اینجا رو خالی نمی کنم، اینجام سه چهار تا مو داره یا اینجام، ولی نچرالی یا طبیعی اینجوریه. بخاطر همین من یه مقدار اینجا رو میزنم، ولی خب هیچی توش هم نیست، سه چهار تا مو بیشتر توش نیست. یکم این زیر پشت گوش، حالا این پشت گوش اگه بخواد با ماشین بزنید و اینا، من اگر اینجا رو با یک و نیم میزنم تا اینجا میارم، تا اینجا یک و نیم رو میارم، ببینید مثلا، و اینجا میشه دو، یک، یک و نیم، دو، و بعد دیگه بعدش میشه به چهار. زیاد از شماره سه استفاده نمی کنم، سه موقعی که یه چیزی خراب شد استفاده میکنم. پس اینجا میشه یک و نیم، ببین از اینجا تا اینجا یک و نیمه، ببخشید از اینجا تا اینجا یک و نیمه، دوه و بعد چهاره، این بالا چهاره، حتی این پشت اگه خواست برید فکر دارید خراب میکنید که سه بزنید. این بالا رو هم اگه با ده بزنید خود ماشین میتونه برداره، ولی خب این ده نیست، الان فکر کنم هشته. من یه مقدار بلندتر از این دوست دارم، یعنی یه مقدار موی بلندتر از این دوست دارم. و اینکه زدن مو اصلا سخت نیستش، خودتون میتونید بزنید. من توی اگه سلمونی زیاد رفته باشید میدونید مقدمات چیه. خیلی مو رو میارن جلو، مثلا آب میزنن مو رو میارن جلو، بعد این جلو رو اینجوری میزنن میره با قیچی. اون کارم میتونید بکنید، قیچی هم داشته باشید. بعضی موقع سیبیل زیر سیبیلو، زیر خیلی مهمه، خواست اینو یادم رفت بهتون بگم. مالا زیاد بردم بالا، ولی زیاد نباید سیبیلو ببرید بالا، یه ذره باید بالای لبتون باشه، چون قیافت میشه مثل کون مرغ. بنابراین این یه مقدار باید بیاد روی لب و بعد با قیچی میتونید بزنید، شونه کنید بزنید. ولی اگه خواستید دوش بگیرید بعد از دوش گرفتن ریشو بزنید بهتره، ولی اگه نتونید دوش بگیرید حوله داغ رو، یه آب داغ بردارید رو حوله رو خیس بکنید و 60 ثانیه اینجوری نگه دارید که این موهای ویز ویزی ریش از تو ریش بیاد بیرون، و بعد شروع بکنید بزنید و پانچ باید بکنید. ببینید این زیر میبینید خالیه،
این زیر رشد میکنه، این زیر میاد پایین و این زیرم باید حتی در نظر بگیرید. با ماشین اینجوری پانچ بکنیم، یه پانچ من داخل گلوم پانچ کردم با، ببینید صافه، ببینید. و اگه پانچ نکنید همینجوری در میاد و بعد زشت میشه و نگه داشتن ریش واقعا سخته. یعنی هر هفته که من میرم، هر هفته که سه بار مثلا من چهار بار میرم حموم، هر روز که هر موقع که میخوام برم حموم نگاه میکنم ببینم اگه رشد کرده میزنمش، قیچی دارم، شونه دارم اینا. ولی خب اینم بعد در نظر بگید که تمیز کردنش سخته و اگر پارتنری خانومی چیزی داشته باشید اونا ناراحت میشن، بعد خودتون خوب بتونید تمیز کنید. و من تمیزکاریم خوبه، بعد نیست الان قشنگ حموم تمیز کردم، تو حموم هم میزنم، مثلا بیرون داخل خونم نمیارم. اینا چیزایی بود که من خواستم بهتون بگم. خیلی وقت بود بهتون گفتم، اگر لخ شدم اون چیزا ببخشید. دیگه قرار بود موها رو بزنیم به خاطر اینکه بعد لخ می‌شدیم، چون موها می‌ریزه روی سرشونمون. از این چیزا هم داشته باشید که موها رو میتکونن، اسمش یادم نیست. اگه پولشو دارید برید سلمونی، ولی من سلمونی رو یا پیدا نکردم یا اینکه خیلیشون الان اپوینتمنتی شدن. اپوینتمنتی یعنی قرار ملاقات بگیرید، واقعا یعنی وقت ندارم. و از اونم گرون شدن، اول 10 پوند بود، اول 5 پوند بود که من اومدم انگلیس، شد 10 پوند، بعد شد دفعه 20 پوند، الان 25 پوند، 30 پوند میگیرن فقط همینو بزنن. ریشو اضافه کنید میشه 40 پوند. خیلی گرون شده. و این کارهایی که خودمون میتونیم انجام بدیم، اگه ما برنامه نویس هستیم خودمون میتونیم خیلی راحت. از تو یوتیوب ویدیوهای یوتیوب هم داره، ماتی کانراد میتونم بهتون معرفی کنم. از ماتی کانراد من خیلی چیزا یاد گرفتم. بهترین مو کوتاکن یا سلمونی یا هنرمند یا هر چیز مال کانادا است، خودش هم ریش میذاره. شبکه ماتی کانراد رو دنبال بکنید، از اون خیلی چیزا رو من یاد گرفتم. البته اون خیلی حرفه‌ای تره، ولی خب من یاد گرفتم که چطوری موهای خودمو بزنم. امیدوارم که برای شما مفید واقع شده باشه. خانم‌ها این ویدیو رو ایگنور کنید.